أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله الحجة ابن الحسن في الأخير روح العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم أبدا الأبدين ودهر الداهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. ما در حقيقة در بحث أحاديث باستناد عنها بمعصوم از یک جهت و حجیت عنها از جهت دیگر و عدم استناد عنها بمعصوم چند در حقیقت راهکار داریم، به این معنا که اون احادیثی که قرار مستند بشوند به معصومین علیهم السلام و حجت باشند برای این فرمودن که مخالف قرآن نباید باشه، و قوی تر از این که فقط مخالف نباشه اینه که شاهدی یا شاهدینی از قرآن هم داشته باشه، که این قوی تر میشه دیگه. نه تنها مخالف نیست بلکه شاهد هم داره، و چه بسا اگر سنت رسول الله هم بر همین مسئله استوار شده باشه باز قوی تر میشه. در طرف مقابل اگر قرار یک حدیثی رو یا استناد حدیثی رو به معصومین علیهم السلام انکار بکنیم، باز اهل بیت راهکار به ما فرمودن. مثلا فرمودن ما خالف قول ربنا فلم نقله. حضرات معصومین مفسر قرآنن، قرآن ناطقن، نمیشه صحبت بکنن به ما خالف القرآن ولو کان تقیتا. هیچگاه پیدا نمی کنین یک حدیثی که واقعا از زبان معصوم صادر شده باشه صریحا بیاد بگه خدا نیست، یا مثلا خدا دوتاست، یا مثلا شبیه به خلقه. این نمیشه، این دروغه. و حضرات معصومین هم فرمودن ما خالف قول ربنا فلم نقله، و دروغیش پیداست. مثلا یک حدیثی هست که در احادیث دروغ در کتاب سلیم ابن قیس از حضرت باقر علیه افضل الصلاة و السلام مفصل حدیث تا اینکه می فرماین بله لم نزل اهل البيت منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله نذل ونقصى ونحرم ونقتل ونطرد يا نطرد، ووجد الكذابون لكذبهم ووجد الكذابون لكذبهم موضعا يتقربون إلى أوليائهم وقضاة وعمال في كل بلدة يحدثون عدونا وولاتهم الماضين بالأحاديث الكاذبة الباطلة ويحدثون ويرون عنا ما لم نقول تهجينا منهم لنا وكذبا منهم علينا وتقربا إلى ولاتهم وقضاة بالزور والكذب، وكان عظم ذلك وكثرته في زمن معاوية بعد موت الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. بعد میفرمان خب انواع احادیث که اینا دروغ گفتن، و يرون عن علی علیه السلام اشیاء قبیحه، و عن الحسن و الحسن ما لم يعلم الله انهم رووا في ذلك الباطل، ببخش ما يعلم الله انهم رووا في ذلك الباطل والكذب والزور. مثلا داره که روایت میکنن هما سیدا کهول اهل الجنه، اصلا بهش که پیر نداره که اینا کهل داشته باشن، و ان فلانن الملائكة تستحي منه و غیر ذالک. یعنی احادیثی که خیلی گوشش وایه به قول معروف، حالا نسبت به رسول الله یا غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از حضرات معصوم.
كانوا خيلي واضح الكذب افتراس دي دم ده همین بحث ايام فاطميه سمي گفتيم در صحيح بخاري آمده که ان فاطمه الزهراء ماتت وهي واجده على فلان و فلان جواب اون میدادن که نه دیدم می نوشتن تو نوشتا اینا از مبشرین به بهشت هستن یعنی در حقیقت متشابه داره محکم میگیره محکم داره متشابه میگیره یلبس الاسلام لبس الفروی مقلوبا برعکس پوشیده میشه اسلام همون محکم هم متشابه برعکسه همون ظالم همون مظلوم برعکسه توجه میفرمایین همون قاتل همون مقتول برعکسه امام حسین کشته میشه میگن تقصیر خودشه شورش کرد کجا شورش کرد حضرت اونی که شورش کرد همونی بود که مدینه رو 3 روز اباحه کرد کعبه رو با منجنیق زد او شورش کرده نه امام حسینی که برای اصلاح انما خرجت و لطلب الاصلاح تصریح هم کردن ما خرجت مفسدن ولا مثلا کذا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح میخوان اصلاح کنن فی امت جدی پس ببینید یک جای احادیث واضح کذبه واضح کذبه و در این راستا باید بگیم که درست ما عرض کردیم که آقا میتونیم ما با اون روشی که اهل بیت به ما عطا کردن تفضل نمودن و به ما عطا کردن بریم سراغ کتب عامه و از بین کتب عامه استخراج بعضی از احادیث صحیح مرویه از رسول الله و سایر اهل بیت را بنماییم اما آیا ضروری یا نه؟ ضروری نیست اهل بیت فرمودن نکنید از جمله مواردی که اهل بیت فرمودن نکنید این روایته که همین الان خوندم آقای جوادی هم تقریبا شنید بله ابان بن تغلب در بله عن هارون بن خارجه قلت لابي عبد الله عليه السلام انا ناتي هؤلاء المخالفين فنسمع منهم الحديث يكون حجة لنا عليهم که این حدیث رو استفاده میکنیم حجت برای ما علیه آنها یعنی حدیث رو نمیخواد ببیاره تو کتب فقهی خودش من فمک ادینوک حضرت فرمود لا تأتهم ولا تسمع منهم لعنهم الله ولعن مللهم المشرکان فعضا بنده وقتی عرض کردم تو یک مجلس علمی بود که مقداری هم بحثی شد گفتم شاید تعب بزرگان دین این بوده که احادیث عامه رو از کتب خاصه در بیارن وقت برگرداندن اون احادیث در کتب ما در حقیقت چکاره؟ این رجوع به قهقراس کلام کتاب بر میداریم و بینه نصف مشادرش سنیه رجوع به قهقراس حتی اگر این حدیث هم مثلا موافق با مفاد احادیث ما باشه نیازی نداریم ما توجه می‌فرمایید نیازی نداریم حضرت فرمود ان رسول الله انال و انال و عندنا اثافی العلم بعد رسول الله عطا کرد یا در روایت دیگه و انا اهل البيت و انا اهل البيت معاقل العلم و ابواب الحكم و ضياء الامر یا در روایت دیگر بله و عندنا معاقل العلم و فصل ما بین الناس یا در روایت دیگر انا اهل بیت اهل بیت و انا اهل بیت عرى الامر و اواخیه و ضیاؤه پس نیازی نداریم آیا نیاز داریم بریم؟ نیاز نداریم اون وقت اگه یه حدیثی آمد اینو توجه بفرماییم شاهدی پیدا نکردیم درش برش در قرآن خلاف عقلم نبود
شیعه نقلش کرده مثلا، حالا خلاف عقل نبود، خلاف قرآن نبود، شاهدی هم نداشتیم، ولی خب حالا خیلی مفادش نفهمیم، بگیم اصلا این صادر نشده، نه، نهی شده از تکذیب. ولعله من نا الناس صدر، در روایت آمده شاید از ما صادر شده. بله حضرت میفرمایند اگه گفتیم به سفید سیاه، به سیاه سفید، گفت نه، پس قیاس نکن دیگه. اصلا باب تسلیمم اینجاست، جایی که عقل با آن راهی ندارد، خلاف آن را نمیفهمد و ما نمیفهمیم این رو، درک نمیتونیم بکنیم، اینجا جای تسلیمه. در جایی که انتصابش به معصوم 100% باشه، اما جایی که انتصابش به معصوم 100% نباشه، میگم نه آقا، میگم الذي رواه اولا، اما میگم این 100% اضربه عرض الحائط عرض الجدار، این نمیخواد بگی دیگه. پس بین القبول والانکار منزلتون، بله؟ بله هو توقف. و یک فقیه زبردست نسبت به این مسئله آگاهی داره. حضا استدراک لما مر. و اما مطلب امروز یا امشه، بسم الله الرحمن الرحیم، ما وقتی سراغ روایات میریم از جهت مفاد، گاهی حدیث خب بله شاهد داره و از قرآن شاهد داره و عرض کردیم و مخالف قرآن نیست و سنت و اینا و، ولی خب یه چیز اضافی داره. ببینید فقط محل شاهد نیست ها، ما داریم شاهد پیدا میکنیم که این حدیث صادر شده، بعد به اون جایی که شاهدم نداره عمل میکنیم دیگه، که مخالف عقل نیست. ترجمه میفرمایید؟ اصلا مشکل اینه دیگه، مشکل اینه که میرن سراغ قرآن، الان هم هستن، میره سراغ قرآن آیات توحید رو قبول میکنه، معاد رو قبول نمیکنه، معاد رو قبول میکنه، خمس رو قبول نمیکنه، خمس رو قبول میکنه، زواج رو قبول نمیکنه، زواج رو قبول میکنه، طلاق رو قبول نمیکنه. الذين جعلوا القرآن عظيم، اینه که اسلام مجموعه است، روایات مجموعه است، درجه میفرمایید؟ باید همش رو قبول کنه، چه خوشش آید چه خوشش نیاید. بله جایی که خلاف عقل بحث دیگه است، جایی که با سایر قواعد مشکل داره بحث دیگه است، ولی من یک حدیث یک صفحه‌ای که دیدم چهار تا شاهد براش از قرآن پیدا کردم بر این حدیث، فهمیدم این حدیث صادر شده، جایی که شاهد ندارم باید قبول بکنم دیگه. توجه می‌فرمایید؟ 80% قرآن موافق فطرت و عقل و اینا، 20%ش هم تسلیمه، اون 20% هم باید قبول بکنم، آمنا بهی. پس نگم ما از این جهت حدیث که شاهد داره من دارم به اون شاهدش عکس میگم، خود قرآن هست، ولی این جهت که شاهد نداره من بهش عکس نمیکنم، نه، این نشد حرف. ترجمه فرمودی شاید مسئله دقیق باشه، یه تعاملی پیرامونش بکنید. یه مطلب. مطلب ثانی اینه که گاهی ما با یک احادیثی برخورد میکنیم که از جهت متنی یک اضطرابی داره و این اضطراب منشاء مختلفی داره، یکی ضعف فهم راوی. شما یک نفر بفرست یک سخنرانی آقای ملا مثلا، یک فردی که متدین هم هست ولی از عوام الناس، بفرست سخنرانی های دقیق آیت الله وحید حفظه الله مثلا پیرامون اهل بیت، خب این همشو نمیفهمه، میادم روایت میکنه، ولی آیا همشو فهمید؟ نه همشو نفهمید، مضطرب روایت میکنه. لذا اینجا فهم مقام راوی دخیله در تلقیه و قبول و عدم قبول و حجیت مفاد کلام و عدم حجیت مفاد کلام دخل داره.
خودیم حدیث مضطربه چجوری قبول کنیم حدیث مضطربه اضطراب داره خب گاهی ضعف فهمشه گاهی در استنساخ اشتباه شده ما نمیخوایم بگیم همه احادیثی که در این کتب آمده همشو کماهیه ما باید قبول کنیم بلا نه ما همچه حرفی نزدیم ما اصل را عرض کردیم اصل بر قبوله الا اگه مضطرب باشه الا اگه مخالف با اصول باشه و معلوم میشه صدورش تقیه‌ای بوده الا اگه دیدیم مثلا مخالف با مبانی اعتقادی باشه حالا به جهتی اینو نقل کردن راویان و محدثان که باید ببینیم اون جهتش چیه ما نمیگیم به کل احادیث آبو رو بگیر اصول کافی فروع کافی همه رو بگیر و به همه روایات تک تک عمل کن این که نیست مطلب اون نیست ولی مطلبمون اینه که آیا دیدگاهمون نسبت به احادیث دیدگاه تشکیکی باشه یا دیدگاه حسن ظنی به این احادیثی که در این کتب هست عرض میکنیم دیدگاهمون باید دیدگاه حسن ظنی باشه اون وقت برای اینکه این حدیث حجت بشه توجه فرمودین یک پروسه ای هست که ما باید اطمینان به صدور بشه باید مخالف عقل نباشه باید مخالف یک سنت قطعیه نباشه باید مخالف مشهور عمل اصحاب نباشه البته مخالف مشهور عمل اصحاب در جایی که احادیث مختلف باشه وگرنه الان مشهور عمل اصحاب اینه که تحت الحنک نمیذارن مرحوم شهید ثانی هم داره دیگه در لمعه در باب الصلات میخوای کسی تحت الحنک بذار میگه این لباس شهرت نیست دیگه چون مستحبه یه چیز مستحبی که لباس شهرت حساب نمیشه الان عمل اصحاب بر گذاشتن تحت الحنک نه میگه خب مخالف شهرته پس این شد لباس شهره نه همچین چیزی نیست توجه فرمودین پس ما برای اینکه یک حدیثی رو بتونیم بهش عمل بکنیم باید ببینیم اضطراب نداشته باشه مخالف سنت نباشه و مشکل خاصی نداشته باشه در جهت عمل مشکلی نداشت عمل کن دیگه و عادتا این در احادیث اختلافات در احادیث فقهیه است نه در احادیث اعتقادیه مثلا در احادیث اعتقادی داریم یک روایت بگه ائمه 12 تا سی که بگه ائمه 15 تا این نیست دیگه اگر هم وقتی همچین احادیثی بوده اصحاب اصحاب اهل بیت و فقهاء محدثین احادیث رو بیرون کردن از کتب حدیثی ولی زمان میمونه خلافات در کجا؟ در بحث‌های فقهی بحث‌های فقهی هم روش کاری خودشو داره دیگه تقیه نباشه یک تربیتی باشه و فقه اخلاقی باشه دو ترجمه فرمایید که دیگه اون روایت حضرت رضا علیه السلام در باب معارض و توریه اون روایت بیانگر روش خلاف روش رفع اختلاف بدوی بین احادیث رو میتونیم در اون روایت ببینیم که رسول الله هیچگاه خلاف قول خدا نمی فرماد و اهل بیت هیچ وقت خلاف قول رسول الله نمیگن ولذا اگر اهل بیت فهمیدیم یک حدیثی ازشون صادر شده خلاف قول رسول الله مثلا رسول الله فرمودن نکنیم نها معلوم شد اون نهی نهی تنزیهی بوده نهی تحریمی چون ما اطمینان پیدا کردیم از معصوم صادر شده پس معلوم شد اون نهی نهی تنزیهی بوده چی؟ باز هم اینجوریه دوم میشه تنزیهی؟ بله این میشه تنزیهی مگر اینکه نه مگر اینکه سنت قطعیه باشه که این میشه مخالف سنت قطعیه بحث دیگه است ولی در حد سنت قطعیه نبوده بله مشکلی نداره معلوم میشه از اول اون امر رسول الله امر چیز بوده امر تأدیبی بوده حالا من روایت نوروز رو بررسی نکردم یعنی باید بررسی بکنم تک تک پس ببینین ما اگر رفتیم سراغ احادیث
دیگه باید ببینیم حدیث فقهیه، حدیث اخلاقیه، حدیث معارفیه، حدیث اصولیه، همش فرق میکنه، تعلیمیه، افتائیه. پس ما نمیخوام بگیم با هر حدیثی بگیر عمل بکن، اصلا شاید یک از یک جهات فقه الحدیثی ما پروسمون پیچیده تر باشه از پروسه های مطرح الان. تعلیم یا افتائه؟ ترجمه فرمایید. محکمه یا متشابهه؟ اونا میگن تقیه است یا غیر تقیه. ما چند تا مورد دیگه هم داریم، مضطرب غیر مضطرب، مضطرب و غیر مضطرب آیون میارن، سنت موافق سنت قطعی است، مخالف سنت قطعی است و حل مجرا. پس این جهات رو ما باید ملاحظه بنماییم. این خلاصه مبانی فقه الحدیثی ماست. حتی خیلی خلاصه باید، خیلی بخواد همه ادله شو اینا رو بیاره خب بیشتر. این خلاصه شه، مبانی فقه الحدیثی ما اینه. حالا باز اگر مسئله باز به ذهنم رسید انشاءالله باز عرض میکنم. تو بعدی خورده خدا به ما توفیق داد و آمر داد خدا عملا بعض از روایت رو کار بکنه. صلی الله علی محمد و آله.